بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. یک از سوال های کی بسیار زیاد پرسان مشنه اویه که اولادای ریزه رو چیکار کنی که از ریزگی اونا طرف نماز شوق داشته باشه، که شوق نماز رو بخونه. چون امروز دیدم مشنه که بسیار از جوان ها و نوجوان ها نماز نمیخونه یا شوق نماز خواندن نداره یا اصلا اگر میخونه ده بیزاری میخونه. دیگه من امروز نه ویدیو مو دا او تر کارها را بیان منی که اگر مادر پدرها این کارها را سٹیپ بای سٹیپ انجام بده، اولادای ریزه شی و نوجوان های شی نماز را ده شوق انجام میده. خب اول نه قدم ای است که مادر پدرها خودون چی منی زندگی خو نماز را اهمیت بده. امروز دیدم اشنا که بسیار از مادر پدرها خودون چی منی زندگی شی ام پرایورتی اول چی نماز نیست. وقتی اولادای ریزه از ریزگی بینگرن که مادر ما تمام کارهای خور انجام میده، آزان شروع است، کارهای خور انجام میده، زندگی خورمونه، یک بلوک انجوایمنت خورمونه، آخری وقت موره نماز میخونه. یا پدر از ما آزان شروع است، ششته درو تی وی توغمونه، ششته در موبایل چنگا است، دیگر لاشعوری طور پر ای ذهنی ازی نوجوان، لاشعوری از این نوجوان این پیغام را میگیره که یار نماز چندانی مهم نیه. اگر مهم بود مادر پدر ما نماز را اهمیت میداد. حالی که وقتی نماز شده مادر پدر ما درو تیوی توغنه، در موبایل چنگا و در بندار خلاگی هست، دیگه لاشعور از اوی پیغام را پیک مونه که نماز زیاد مهم نیست. دیگه اگر مادر پدر را میخواه که اولاد چی طرف نماز شوق داشته باشه، از تمام اول خودون چی منی زندگی خو نماز را اهمیت بده، نماز را پرایورتی اول بده. وقتی که نماز وقتی نماز برسه، پرایورتی اولی مادر پدر را موبایل و تیوی و دراما و بندار و از این قصه ها نباشه، پرایورتی اول چی نماز باشه. وقتی یک اولاد از ریزگی این رویش را بینگرنه، منی زو امو اهمیت نماز، ولیو نماز منی وجود چی پیدا مشنه که یار نماز یک مهم چیز است. لذا اولین قدم و اولین کار مادر پدرها این کار را باید انجام بده که خودون چی منی زندگی خو نماز را اهمیت بده. دویمنه قدم و دویمنه کاری که مادر پدر انجام بیده باید ای است که نسبت ده اولاد یک شخصیت منی ذهن اولاد پیدا کنه که اولاد چی این شخصیت مادر پدر را خوش داشته باشه، از دل خو خوش داشته باشه. چون بعض وقتی ترمش نه که مادر پدر ها یک اوتر شخصیت پیدا منه منی ذهن اولاد که اولاد از دل خو مادر پدر را خوش نداره. وقتی از دل خو انسان یک کس را خوش نداشته باشه، اتوماتیک او کارهایی را که او شخص انجام میده از او کارها انسان اتوماتیک بچ میه، متنفر میشه، هر چیزی که دازو منسوب باشه. خب بعضی مادر پدران نماز میخونه خودون چی، اما یک شخصیتی برای اولادای خود را که اولاد چی زیاد رغبت نداره. دیدی بعض اولادا امروز دیده مشه که مگه کشک بابیمش خانه نیا، تم بابیم تمام روز سر کار باشه، مطلب از گبی است یا ایکه ما تمام روز کشک برو باشه بو ایگو جای بوره. دیگه مطلب از گبی است که مادر پدر او شخصیتی خوش داشتنی را برای اولاد خود نداره. وقتی این رنگ شخصیت داشت مادر پدر که اولاد چی بچی باه خوش نیا، اتوماتیک کارهای را فرض کو اگر مادر پدر نماز را د مقید میخانه، نماز را اهمیت میده، اما شخصیت مادر پدر بلی اولادی ترسته که از مادر پدر اولاد بچی مایه، دیگه اتوماتیک از نمازم بچی مایه جوان این نوجوان این ریزه. دیگه مادر پدر کوشش کنه گو تر شخصیتی منی ذهنی از جوان از خود خود تیار کنه که ای اولاد چی را خوش داشته باشه. سیم نه قدم ای است که مادر پدرها باید از ریزگی کوشش کنه که اولاد خورا نوجوان خورا امزور ریزگی دیوتیز بیده منی زندگی شی مختلف زیمداریا بیده تا او ام احساس زیمداری منیش پیدا شنه و کوشش کنه که ای زیمداری خورا ای جوان انجام بیده و مادر پدر کمک شی تیار شنه، مادر پدر مدد کنه که چی که ای اولاد مو ای نوجوان مو زیمداریای خور انجام بیده. وقتی که احساس زیمداری منی اولاد پیدا شنه، از او چی کار مشنه وقتی طرف نماز آوردی و او را فهماندی سمجاو کدی که یک زیمداری از مو است نسبت به پروردگار عالم. چون این آدم یک ذمہ دار جوان تیار شده، یک ذمہ دار نوجوان تیار شده، از ریزگی ایر یاد داده شده که یک ذمہ داری که تو داده مشنه باید تو را انجام بدی و این زندگی خو ای احساس ذمہ داری را مختلف جایه پریکتیس کده چی کار مشنه. اتوماتیک وقتی انسان ذمہ دار تیار شد، اتوماتیک کت شوق مایا نماز را میخانه.
چارم نه قدمی است که مادر پدر کوشش کنه نسبت د نماز د دل اولادای خو محبت پیدا کنه. فرض کو اصلا از بالغ شدوش پیش امو افسالگی که اسلام گفته د افسالگی اولادای خو موتیویټ کین که نماز بخونه، کوشش کنه نماز را شرایط برش آسان کنه. او د امو رنګه کی مادر پدر دور دراز نماز میخونه اولادارو نه، کوشش کنه اولادا د حد واجبات اکتفا کنه. یا مثلا وقتی که نماز میخونه اپریشیت کنه کار هایش نره. دیگه دزی طریقه چی کار مشنه؟ وقتی نمازش مختصر بشه، شرایط نماز برایش آسان کنه، شرایط نماز را طولانی نکنه برایش، دیگه ایدر زیادتر در شوق اولاد نماز میخونه. لحاظه بهتری است که مادر پدر کوشش کنه که مختلف طریقه ها ام محبت نماز را در دل اولاد و شوق نماز در دل اولاد پیدا کنه. پنجم قدمی است که مادر پدر از خاطر نماز اولاد نابالغ را پرشرایز نکنه. چیکار مشنه؟ تو خین وقتی که نابالغ که بلش تبالی احکامات الهی واجب نشده، اگر نماز نخانه یک کاری غلط انجام نداده، کار از کار غلط حساب نمیشه. چرا؟ چون خداش اجازت داده او تمبلش یک چیز واجب نیست. اما برعکس از او اگر دا از ایجی نابالغ خو کتبال بالغ نشده، اگر نماز انجام بده یک کاری خوب انجام داده. لحاظه از خاطر نماز نخواندنش فرض کنید جوان نوجوان که توان نابالغ است، از خاطر بازی، از خاطر یک چیز، از خاطر یک گیم، از خاطر دوستای خو نماز نمیخوانه. دیگه ایتر نشنه که از خاطر از این نماز نخواندنش زی مویر توهین کنی، مویر بی‌عزت کنی، مویر سرزنش کنی، قارش نیبلیش. این چی کار مشنه؟ ای آیسته آیسته در دل از این نماز را تنفر پیدا مونه نسبت به نماز، متنفر مشنه. بعد چی مایسته استه؟ از نماز. لہذا اولادای نابالغ را کوشش کنی کہ انڈر پریشر قرار نہ دیس خاطر نماز، بلکہ ایک اورنگا طرف نماز شنار بیری کہ نسبت دا نماز انا محبت پیدا کنا و پریشرائز نہ بش اس خاطر نماز. ششم سٹیپ و ششم قدم ای است که وقتی که اولاد های نابالغ نوجوان های اکتوال بالغ نشد، اگر اونا ممبین گرنی درو ما یک روز نماز میخوانه، دیگه دا بدلی زی نماز خاندوی اونا اونا را اپریشیت کنی. مثلا مثال که طور پر امو بعد از نماز خاندن یا محبت زیاد بیدی شیره، یا کستا کلمات خوب که تو چی خوب بچه هستی ماشاءالله، چی خوب بنده خدا هستی، چی خوب اولاد هستی، مثلا ایگو چیزی که شیر خوش داره گیفت بیدی شیر، یا مثلا نسبت دا بعضی از روزها مثلا بگیاره نقص روزها اگر تو دا تایم نماز خاندی فرض کو یک هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد، هر چی که تو خواستی دا انزیر لیمیت مامو چیز برای تو مهیا منم، فرض کو ایگو گیند میخورم برای تو، او تا چیزهایی که اولاد شیر خوش داشته باشه. یا مثلا پیش دیگه تعریف شونه که یاری نی ماشاءالله تبالی بلیش نماز واجب نشد، اما نماز خود دا وقت میخوانه، نماز را خوب دا توجه میخوانه، نماز را خوب دا شوق میخوانه. دیگه ای کارها چی کار مونه؟ جوان را موتیویت مونه و نسبت دا یک چیز اگر یک نوجوان یا یک انسان موتیویت شونه، دیگه ما او کار را از شوق انجام میده. لحاظه مو کوشش کنی نماز خاندویش را و ای کارهایش را اپریشیت کنی و دا بدلی نتیجه زی اپریشیت کدو چی کار مشنه؟ او طرف نماز شوق پیدا. افتم نه قدمی است که د مطابق لیول از اولاد خو، د مطابق لیول از نوجوان خو که د فلسفه نماز آشنا کرا و کنی شناره که چرا ما باید نماز بخانی. مثال که طور پر بگین نماز یک شکر ادا کدوی پروردگار عالم است، او پروردگار عالم که مور بیشمار نعمت ها داد. مثال که طور پر بگی تو بچیم اینی چیمی که تو که از دنیا را منگرنی، ای چیم را چیم بری نعمت را کی داده؟ پروردگار عالم داده. مثلا مثال که طور پر بگی تو خی چی قص عظیم نعمت است، اگر تو پنج منت وری چیمای خوب بند گرفته فرض کو کارهای خانه را انجام بدی، مینگر نگی سر تو در اینج میلا گئی خطا مش نگی، مثلا بوگش را که تو پنج منت وری چیم خوب بند میگر کوشش کنی از خانه بیگشتی کارها را انجام بدی، چی قص زندگی سخت مشنه. اما پروردگار عالم ای عظیم نعمت را تو داده که کد ازی زندگی است تو آسان مشنه. دیگه د بدلی از نعمت مو باید چی کار کنی؟ مو باید شکر خداوند متعال را ادا کنی. و بهترین راه شکر چی است؟ بهترین راه شکر نماز است که منی زمو تعریف خداوند متعال را منی، تعریف خداوند متعال را منی، شکریش را ادا منی، سر خدا سجده میلی پیش ازی خالق و مالک
کائنات وقتی فلسفه نماز را د مطابق لیول ذهن زو جوان شر سمجاو کدی چی کار مشنه فهمیدو آیسته آیسته او را موتیویش مونه فهمیدو آیسته آیسته او را جذبه میده که او د شوق باید نماز را بخونه اشتم نه قدم و اشتم نه مرحله ای است که مادر پدرها کوشش کنه که زمینه نماز جماعت را فراهم کنه اگر مسجد د خانیش نزدیک است بور کوشش کنه اولادای خود مسجد ببروره نماز جماعت یا اگر مسافرت کو ده ایگو از خاطر ایگو وجه مسجد رفتن میتن کوشش کنه د خانه اگر قرائت مادر پدر صحیح است مثلا پدر قرائت اگر صحیح است نماز جماعت خانگی برگزار کنه د خانه خو مثلا پدر ش امام جماعت تیار شنه مادر ش و اولاد پس پشت استادش ده نماز به خانه ای چیکار منه ایم فضای نماز را د وخت نماز فراهم منه و وقت یک چیز فضایش فراهم بشه انسان هایی که من از فضا زندگی مونه اتوماتیک شوق پیدا مونه که بوره او کار را انجام بده لکه از یک فضایی تیار کنه که من زندگی من خانه یک فضای نماز جماعت بشه نوم نقدمی است که مادر پدر کوشش کنه من خانه یک فضای روحانی و معنوی حاکم بشه معمولا اشکال خانه های در است که آیتم ها و چیز هایی که در خانه است کلن فضا فضای دنیایی است که از هر طرف آدم را طرف دنیا یک طرف موبایل است طرف دنیا راغبونه یک طرف تی وی است طرف دنیا او فرض کو آیتم هایی که است سر دکوریشن پیس هایی که تمام انسان را طرف دنیا راغبونه دیگه کوشش کنه انسان یک طرف فضا تیار کنه فضا فضای روحانی بشه معنوی بشه اقوال معصومین بشه فرض کو پوسترها لگیده بشه فریم ها بشه منیش آیت های قرآن که ترجمه لکھای بشه یک آیت دیگه یک طرف فضا را من خانه تیار کنه که فضا فضای معنوی و روحانی بشه دیگه وقتی فضا فضای معنوی و روحانی بود آیست آیست اولادایی که منیزی فضای معنوی و روحانی پرورش منه اونا ممو خاص چی و ذهنیت چی معنوی و روحانی مایا و طرف نماز توجه و شوق پیدا منه و داوم قدمی است که برای نماز یک مخصوص جای نماز برای اولاد فرض کو یک بچه است اگر یک بچه است یک مخصوص جای نماز معنی جای نماز یک مور بشه یک تسبیح بشه یک عطر بشه یک خوب د صورت خوب پیکیج برای از جوان فراهم بشه که او د شوق باید جای نماز خو راوار کنه تسبیح خو فرض کو صحیح بیل مور خو صحیح بیل عطر بزنه یا می در اگر دختر است برای زو می تر خوب خوشنمای سفید جای نماز بشه منیشی چادر نماز شی بشه منیش مقنا بشه که یک فضای خوب و یک ذهنیت خوب نسبت نماز پیدا کنه که شوق باید ای کارها را انجام بده و این نماز را در شوق باید بخونه دیگه یقینا اگر مادر پدر ای دا پوینت را و ای دا مرحله را و ای دا قدم را رعایت کنه یقینا جوان هایشان نه فقط از نماز بچینا نمایه نه فقط من نماز سستی نمونه بلکه چیکار مشنه نسبت به نماز شوق پیدا مونه و کت شوق و کت لذت نماز را میخونه دیگه تا دیگه ویدیو را خیال خور بیلین التماس دعا خدا حافظ و ناصر شما